ایران افغانستان بعد از 74 سال. بوم امبپه ناگهان در لیست فروش پاریس، نامه که همه چیز را تغییر میدهند. اشتباه عجیب مسی، سفر با پاسپورت اشتباهی. پایان تلخ جانشین مسی، فروش با بند بازخرید. پاسخ کوبنده رئیس بایرن به پاریس سن ژرمن. بارسا با یک شرط وینگر اتلتیکو را می خرد. فوری تمام، منچستر یونایتد را به نام قطری ها زدند. شیخ جاسم بن هم شایستن سرخ را خرید. گزارش های مطبوعاتی از اروپا و قطر نشان می دهد که مالکیت منچستر یونایتد به شیخ جاسم بن هم واگذار شده است. سرانجام زمان رهبری خانواده گلیزرها بر منچستر یونایتد به پایان رسیده است. پس از آن که شیخ جاسم بن هم آل ثانی پیشنهاد که حزبش به عنوان پنجمین و آخرین پیشنهاد بیندانیس را ارائه کرد، با موافقت خانواده مالکان یونایتد همراه شد. قرار است در روزهای آینده کارهای انتقال مالکیت منچستر یونایتد به قطری ها انجام شود، جایی که پیشنهاد 6 میلیارد پوندی شیخ جاسم بن هم مورد پذیرش خانواده گلیزر قرار گرفت. فابریتسو رومانو نیز در توییت کار فروش یونایتد را تمام شده دانست و اعلام کرد که گلیزرها 100% باشگاه را به شرکت قطری خواهند فروخت، زیرا آنها شیخ جاسم را به عنوان خریدار ترجیح دادند. برخی گزارش های جالب نیز عصر دیروز از سوی رسانه های قطری منتشر شد. آنها مطمئن هستند که شیخ جاسم به زودی به عنوان مالک جدید منچستر یونایتد معرفی خواهند شد. روزنامه الوطن، سازمانی که پدر شیخ جاسم مالکان است، گزارش می‌دهد که قطری ها در پیشنهاد خود برای خرید باشگاه موفق بودند. تمسخر گواردیولا در گروه واتساپی رئال مادرید. صحبت های پپ گواردیولا در پایان دیدار با اینتر با واکنش بازیکنان رئال مادرید همراه شده است. سیتی توانست در یک رقابت سخت و نزدیک با یک گل از صد اینتر گذشته و عنوان قهرمان اروپا را به دست بیاورد. آنها برای نخستین بار در تاریخ خود لیگ قهرمانان را به دست آوردند و در این زمینه تاریخ ساز شدند. پس از این بازی پپ گواردیولا در اظهارات فان گفت: مراقب باش رئال مادرید، ما 13 عنوان قهرمانی با تو در لیگ قهرمانان اروپا فاصله داریم، اما به دنبال تو می آییم. ما در راهیم، اگر کمی بخوابی به شما خواهیم رسید. حالا نیز بازیکنان رئال مادرید اظهارات گواردیولا را پس از پیروزی در فینال لیگ قهرمانان اروپا را به سخره گرفتند. با گزارش شبکه اسپانیایی دیفنسا سنترال، این اظهارات پرشور به شدت در شبکه اجتماعی پخش شد و به گروه واتساپ رختکن رئال مادرید رسیده است. این شبکه اسپانیایی نشان داد که بازیکنان لوس برانکوس به خاطر صحبت‌های گواردیولا از خنده منفجر شدند و برجسته‌ترین اظهار نظر یک از بازیکنان بود که نوشت: اگر گواردیولا واقعا به این موضوع فکر می‌کند، پس او شایسته چیزی است که به آن رسیده است. وسواس نسبت به رئال مادرید و اینکه می‌داند رئال یکره برای او در لیگ قهرمانان اروپا است. پیشنهاد جذابی لیورپول برای ستاره رئال، 80 میلیون یورو. لیورپول به صورت جدی به دنبال به خدمت گرفتن فدریکو والورده، هافبک رئال مادرید است. یورگن کلوپ در طول فصل 2022-23 بارها مدعی شده بود که تیمش برای فصل آینده باید به صورت جدی تقویت شود تا توان رقابت دوباره داشته باشد. مدیران این باشگاه قصد دارند بازیکنان مد نظر این مربی آلمانی، خصوصا برای بهبود شرایط خط میانی، را به خدمت بگیرند و پیش از این هم الکسیس مکالستر را از برایتون جذب کردند. بسیار از رسانه‌ها در چند ماه اخیر بارها از علاقه این باشگاه به جذب والورده خبر داده بودند و حالا ال ناسیونال مدعی شده که لیورپول پیشنهاد 60 میلیون یورویی را برای رئال مادرید کرده که با پاسخ منفی آنها روبرو شده است. اما این پاسخ منفی باعث نشده که لیورپول از به خدمت گرفتن این ستاره اروگوئه ناامید شود و حالا آنها دومین پیشنهاد رسمی را با مبلغ 80 میلیون یورو به علاوه بند پاداش به باشگاه رئال مادرید ارسال کردند. پیوستن جود بیلینگام از دورتموند برای رئال مادرید ممکن است باعث شود که مدیران این باشگاه پیشنهاد ارائه شده برای والورده را بررسی کند و حتی در صورت موافقت این بازیکن حاضر به فروش او باشند. بارسا با یک شرط وینگر اتلتیکو را می خرد اگر فران توریس برود. طبق دای موندو دیپورتیوا، اگر بارسلونا بتواند فران توریس را در این تابستان بفروشد، یعنی کارسکا را جانشین وی خواهد کرد. 5 ماه پیش نشریه مارکا مدعی شد بر اساس بندی که در قرارداد انتقال ممفیس دپای از بارسا به اتلتیکو گنجانیده شده، یعنی کارسکا میتواند در تابستان با 16 میلیون یورو از اتلتیکو به بارسا برود. هرچند بارسا امیدوار بود که بتواند این بازیکن را زمستان با ممفیس دپای معاوضه کند، اما موفق به انجام این کار نشد.
امروز موندو دیپورتیو نوشت که ژاوی برای فعال کردن بند خرید کاراسکو تردید دارد و تنها در شرایط راضی خواهد شد که برای فرانتورس پیشنهاد 40 میلیون یورویی برسد و او از بارسا برود. ژاوی به بارسا اعلام کرده که تورس را نمیخواهد. ولی این بازیکن اهل والنسیا که هنوز 3 سال و نیم دیگر قرارداد دارد راضی به جدایی نیست و بارسا نمیتواند او را مجبور به این کار کند. کاراسکو بازیکنی است که میتواند در 3 پست فاز تهاجمی بازی کند و این همان چیزی است که ژاوی نیاز دارد. ولی عمر گلدنی ستاره بلژیکی چندان خوب نیست. فصل گذشته او در همه رقابت‌ها تنها 10 گل به ثمر رساند، از جمله 7 گل در لالیگا. پاسخ کوبنده رئیس بایرن به پاریس سن ژرمن. هربرت هاینه رئیس بایرن هر گونه احتمال جدای لوکاس هرناندز و رفتنی او به پی اس جی را منتفی دانست. حاضر لوکاس هرناندز مدافع فرانسوی بایرن به عنوان یک از گزینه‌های اصلی تقویت خط دفاعی پی اس جی در تابستان نامورده می شود. حتی 2 هفته پیش روزنامه اکیپ گزارش منتشر کرد که مدعی بود پاریس سن ژرمن با لوکاس هرناندز به توافق رسیده و او امسال تابستان راهی پاریس خواهد شد. اکیپ مدعی شده بود که دو طرف بر سر انتقال هرناندز به توافق کامل دست پیدا کردند و تنها مرحله باقی مانده در انجام این انتقال کسب موافقت بایر مونیخ است. این گزارش شکیب مدیران بایر مونیخ را به شدت خشمگین کرده است. هربرت هاینر در مصاحبه با بیل در مورد آینده لوکاس هرناندز پاسخ کوبنده داد. ما مدام در ارتباط با هم هستیم و صحبت میکنیم. لوکاس بازیکن باور نکردنی و بسیار مناسب برای بایرن است. البته که ما میخواهیم که او طولانی مدت بماند. اگر لوکاس را در جشنهای قهرمانی بوندسلیگا در مونیخ دیده باشید، این احساس به شما دست نمیدهد که او در اینجا ناراضی است. مطمئن باشید لوکاس از بایرن نمیرود. پایان تلخ جانشین مسی، فروش با بند بازخرید. بارسلونا قصد دارد آنسو فاتی پدیده جوان این تیم را با قراردادی که بند بازخرید در آن گنجانیده شده بفروشد. فاتی در طول 2 فصل گذشته شرایط بسیار سختی را در بارسا تجربه کرد و فراز و نشیب بسیاری داشت. مدیران بارسا پس از جدای لیلین مسی از این بازیکن به عنوان جانشین او نام بردند و حتی حاضر شدند شماره 10 افسانه این تیم را نیز در اختیار او قرار دهند تا نشان دهند که اعتماد بسیاری به این بازیکن دارند. اما شرایط مطابق انتظار آنها پیش نرفت و این پدیده درخشان نتوانست به درخشش خود در ترکیب این تیم ادامه دهد. مصدومیت‌های متعدد باعث شد که برای مدت‌ها از ترکیب بارسا دور باشد. موندو اعلام کرده که فاتی برای فصل بعد شانس برای حضور در ترکیب اصلی ندارد و به همین دلیل باشگاه به دنبال فروشی او برای افزایش فضای لازم در سقف دستمزد و بهبود شرایط مالی خود خواهد بود. هرچند فاتی به هیچ وجه قصد جدایی ندارد، امیدوار است که بتواند برای به دست آوردن جایگاهش در بارسا تلاش کند. اما مدیران این باشگاه به دنبال این هستند که را با بند بازخرید به فروش برسانند تا در صورت لزوم بتوانند بار دیگر این بازیکن را در نوکم به خدمت بگیرند. اشتباه عجیب مسی، سفر با پاسپورت اشتباهی. لیلین مسی به دلیل مسافرت به چین با پاسپورت اشتباه توسط ماموران مرزبانی چین متوقف شد و 2 ساعت طول کشید تا اجازه ورود به این کشور را دریافت کنند. مسی در آستانه بازی پنجشنبه آرژانتین با استرالیا همراه با بادیگارد و چند نفر از دوستانش از جمله آنخل دی ماریا به پیکن سفر کرد، اما موقع ورود به چین با مسئولان چینی روبرو شد که با پاسپورت او ایراد گرفته بودند. طبق گزارش رسانه‌های چین مشکل وقتی درست شد که مسی به جای سفر با پاسپورت آرژانتینی خود با پاسپورت اسپانیاییش به این کشور سفر کرد. این ستاره 35 ساله تصور می‌کرد می‌تواند بدون ویزا به چین سفر کند، اما آنطور که بدون ویزا می‌شود به تایوان سفر کرد. مسی فکر میکرد تایوان بخش از چین هست و بنابراین سفر با پاسپورت اسپانیاییش بدون مشکل خواهد بود. شنیده میشد که از ماموران مرزبانی میپرسید تایوان چین نیست؟ مسی در نهایت به ماموران میگوید پاسپورت آرژانتینی را همراه خود نیاورده و بنابراین 2 ساعت طول کشیده تا برنده 7 پتالا ویزا بگیرد و بتواند فرودگاه را ترک کند. بوم، امباپه ناگهان در لیست فروش پاریس، نامه‌ای که همه چیز را تغییر می‌دهد. مبپه به پی اس جی اطلاع می‌دهد که قراردادش را تمدید نخواهد کرد و باشگاه نیز قصد دارد او را در تابستان بفروشد. شایعات در مورد آینده کیلیان امباپه تمامی ندارد. گزارش اخیر که بازار این شایعات را دوباره داغ کرد. این نشریه مدعی شد که ملی پوش خط حمله پی اس جی به باشگاه اعلام کرده که قصد تمدید قراردادش که 30 جون به پایان میرسد را ندارد. اکیب همچنین اعلام کرد که باشگاه پاریس سن ژرمن بعد از مطلع شدن از این موضوع قصد دارد امباپه را همین امسال به فروش برساند. این باشگاه قصد دارد با فروش زود هنگام فوق ستاره خود پول خوبی از انتقال او به جیب بزند. این بهترین خبر ممکن برای رئال مادرید است تا برای جذب امباپه دوباره دست به کار شود. این باشگاه که بعد از جدای کریم بنزما به دنبال یک مهاجم 6 تن است میتواند بهترین گزینه برای جلب رضایت مالی پاریس سن ژرمن باشد که نمیخواهد امباپه را مجانی از دست بدهد.
ایران افغانستان بعد از 74 سال، سومین تقابل در تاریخ و اولین بازی بعد از انقلاب ایران. ایران و افغانستان بعد از 74 سال در سومین مسابقه تاریخ به مسافه یکدیگر می روند. تیم ملی فوتبال ایران که روز گذشته برای حضور در تورنمنت کاف عظیم قرقیزستان شد، در اولین دیدار از این مسابقات رو در روی افغانستان قرار می گیرد. این دیدار در شرایط برگزار می شود که بعد از اتفاقات سیاسی در کشور افغانستان، تیم ملی کشور حدود 10 روز پیش با شناختن سرمربی جدید دوباره تشکیل شد و حالا اولین بازیش را برابر ایران انجام می دهد. جالب است بدانید که تیم های ملی ایران و افغانستان آخرین بار 74 سال قبل رو در روی هم قرار گرفتند. در تاریخ فوتبال ایران و افغانستان تنها دو بار با هم بازی کردند که آن هم در قالب بازی دوستانه و البته قبل از انقلاب ایران بوده است. اولین بازی ایران و افغانستان در شهریور ماه 1320 در کابل برگزار شده که با تساوی بدون گل خاتمه یافته است. دومین و آخرین بازی دو تیم همان آبان ماه 1328 بوده که ایران 4 بر 0 به برد رسیده است. حالا قرار است سومین تقابل تاریخی دو کشور همسایه در قرقیزستان و در قالب تورنمنت کافا انجام شود. این در حالی است که تیم‌های ملی پایه ایران و افغانستان در این سال‌ها بارها با هم دیدار کردند. اما از آخرین رویاروی تیم‌های ملی بزرگسالان دو کشور 74 سال می‌گذرد و حالا بار دیگر این تقابل تکرار می‌شود. گفته نیست تیم ملی کشور روز گذشته اولین بازی خود در تورنمنت کافا را مقابل قرقیزستان انجام داد و با نتیجه 1-0 شکست خورد.